به نام خداوند. سلام عرض میکنم خدمت دوستان. جلسه 12 از سلسله جلسات فلسفه دکارت رو آغاز میکنیم. نوبت گذشته تا انتهای تأمل 3 پیش رفتیم و من تتمه نکاتم راجع به سخنان دکارت در مقام استدلال درباره خداوند و اینکه او وجود دارد رو توضیح دادم، بس دادم و احیانا ملاحظات انتقادی خود ناظر به ادله دکارت رو تقریر کردم. یه نکته پیش از اینکه بریم به سر وقت تأمل 4 خوش دارم دربارش سخن بگم. برخی از دوستانی که این فایل های صوتی رو گوش میکنن هم متذکر شده بودن در مقام سوال. ببینید، یه تعبیری هست در فلسفه و منطق اسلامی، من از اون استفاده میکنم، البته اینجا هم با صورت بندی دیگری همین رو گفتند، که ابطال دلیل ابطال مدعا نیست. این سخن درستی هم هست، شهودیه اگر ما قدری هم راجبش تأمل بکنیم. حالا ممکنه اصطلاح رو نشنیده باشیم احیانا، اما سخن پیچیده ای نیست. یعنی به تعبیر دیگر مدعا اعم از دلیله خیلی از مواقع. توجه فرمودید؟ یعنی فرض بفرمایید که من ادعا بکنم که مجموع زوایای داخلی مثلث برابر با 180 درجه است و بعد نتونم این دلیل مقنعی رو اقامه کنم برای شما که چرا مثلا مجموع زوایای داخلی مثلث در هندسه اقلیدوسی برابر با 180 درجه است. اما از این که اون دلیل من دلیل علیلیه نمیتونید نتیجه بگیرید که حتما مدعا هم باطله. توجه فرمودید؟ چون مدعا اعم از دلیله. البته مادامی که ما مدعایی رو دلیل مقنعی براش نداشته باشیم نمیپذیریم، اما نه اینکه اگر دلیل مقنعی نباشه ادعا هم علی ای حال غیر معرفت بخش و فرو نهادنی. حالا ملاحظه کنید در باب سخن گفتن نازل به امر متعالی هم این چنینه. من آنچه که توضیح میدادم در جلسات پیش به نحو تفصیلی معطوف به از منظر خودم سوراخ کردن دلیل‌های دکارت له این مدعا، اما مدعا اعم از دلیله. ممکنه این دلیل‌ها دلیل‌های اینا که از نظر من دلیل‌های سوراخی هستند، دلیل‌های علیلی هستند، اما کاملا متصوره که یه دلیل کانوینسینگی پلازبلی کسی اقامه کنه له وجود خدای فلسفی، له وجود خدای ادیان. ابطال دلیل ابطال مدعا نیست. وقتی دلیلی رو شما باطل اعلام میکنی و نشان میدهی، این مدلولش منطقا این نیست که خود مدعا هم عرض میشود که غیر موجهه، بلکه خب فقط نشان میدهد که این دلیل نمیتواند اون مدعا رو موجه کنه. البته ساسپند میکنه، معلق میکنه اون مدعا رو تا زمانی که یک دلیل دیگری از راه برسه و به نحو معرفت بخش اون رو موجه کنه و توضیح بده. عموم کار و بار فلاسفه اونقدر که من میفهمم و به عنوان عضو خردی از این خانواده بزرگ در درازنای تاریخ از همین سنخ بوده. عموم کار و بارشون بررسی نسبت میان مدعا و دلیل. در سنت اسلامی این چنین بوده، در سنت تحلیلی خصوصا این چنینه، در سنت قاره‌ای هم انصافش اینه که باید اینگونه فهمید و به سر وقتش رفت. من همدلی ندارم با اینکه بگوییم فلسفه قاره‌ای کاری با دلیل یا سخن گفتن موجه و مقنع نداره، اما خب هم موضوعاتش فرق میکنه هم شیوه پرداختن بهش در قیاس با فیلسوفان تحلیلی. الان ای حاله، این نکته‌ای بود که خواستم توضیح بدم و تأکید بکنم، چون دیدم برخی انگاشته بودن که اگر
این دلیل های دکارت رو ما بگیم که سوراخه، یعنی اصل مدعا هم علا ای حالن دیگه سوراخه و نمیشه این مدعا رو مرجح کرد. اما نه، چه در اینجا چه در مسائل دیگری. اما خب یه چیزی رو نشان میدهد اگر اون سخنان مقنع باشه، اینی که از منظر دکارتی نمیشه اون مدعا رو موجه انگاش، به شرطی که البته دلیلی که اقامه شد و آرگومنتیشن مقنع و معرفت بخش قلم داد بشود. خب بریم به سر وقت تأمل چهارم که عنوانش هست در حقیقت و خطا. امروز قدری جلسه ما کوتاه‌تر خواهد بود. من تازه از سفر آمده ام و حقیقتش قدری خسته ام و در این حال برخی از دوستان ما هم خسته اند و کار دارند. فکر میکنم به فقراتی از تأمل چهارم بپردازیم چون وعده کرده بودم و بنا داشتیم انشاءالله تتمه اون رو نوبت آتی به بحث میگذارم و بست بیشتری میدهم. یه نکته‌ای که برام قابل تأمل بود از این سفری که رفته بودم هفته گذشته و نسبتی هم با توسعاً بحث و فحث فلسفی داره رو مایلم ابتداعاً ذکر کنم، به لحاظ روش شناختی، و بعد فقراتی از تأمل چهارم رو بخوانیم و توضیح بدهیم و بحث امروز رو به پایان ببریم. اتفاقاً به یه معنا با این شیوه کار دکارت و توسعاً این نوع متد فلسفی این نسبت وسیقی داره. من رفته بودم به دعوت یکی از همکاران ما در دانشگاه نیویورک در دپارتمان Islamic Studies and Middle Eastern Studies در NYU دانشگاه نیویورک. سر کلاس او، هم کلاس undergraduate و هم کلاس postgraduate، در دو روز به عنوان guest lecturer صحبت کردم. سرش هم اینه که من امسال به عنوان visiting scholar در دپارتمان خاورمیانه شناسی، همون مرکز مطالعات خاورمیانه شناسی و Middle Eastern Studies دانشگاه نیویورک NYU، به عنوان محقق و پژوهشگری که در حوزه Islamic Reform کار میکنه مشغول به کارم و به همین سبب هم هر از گاهی سفر میکنم به نیویورک، هر دو ماه یه باری. سفر اخیرم هم بخشش ناظر به همین امر بود و البته پس از آن هم عازم دانشگاه پرینستون شدم به خاطر کنفرانس شیعه شناسی و پیپری که اونجا هم راجع به Islamic Reform in Contemporary Iran The Shiite Legacy داشتم و سخنرانی که در جمع حضار و اساتید و پژوهشگران شرکت کننده در این کنفرانس بین المللی برگزار کردم. ریفورم اسلامی در ایران معاصر، میراث شیعی. باری آنچه که عرض میکنم ناظر به بخش اول این سفر است که تناسب تامی با بحث کنونی ما دارم. خب من در یکی از این دو روزی که در دانشگاه حاضر شدم راجع به پروژه ریفورمیک یا ببخشید اسلامیک ریفورم از منظر خودم و احیانا کارکهایی که در این باب در 5-6 سال اخیر کرده ام توضیح دادم، با تمرکز بر مقوله و مسئله حجاب. قصهش هم این بود و نسبتش این که کورسی که این استاد درس میداد اتفاقا اون جلسه معطوف به Islamic Fashion بود و از دو ماه قبل به من گفته بود که چون ما به اینجا رسیده ایم و کارهای ما بیشتر سقی انسان شناختی و آنتروپولوژیک و مردم شناسانه داره، خوبه که از یک چنین منظری هم شما به عنوان اسکالری که کارهای نرماتیو میکنه بپردازی و بحث رو تقریر کنی. اطلاع یافته بود که من در این باب نوشتم و کتابی به فارسی تحت همین عنوان منتشر کردم. باری
آنچه که برای من قابل تأمل بود این بود که عموم این دانشجویان که در دوره فوق لیسانس شرکت کردند و من راجع به متدولوژی کارم صحبت میکردم، اینا عموما دانشجویان رشته آنتروپولوژی، مردم شناسی، تاریخ، مطالعات خاورمیانه شناسی بودند. هرچند ممکن بود کمان که دوتاشون گفتن لیسانس فلسفه داشتن، اما الان که داشتن یا MA رو کار میکردن یا دوره PhD بودن تو این حوزه ها کار میکردن. استاد درس هم همکار ما در دانشگاه NYU، دانشگاه نیویورک، هم خب دکتریش در حوزه اسلام شناسی و آنتروپولوژی بود. یکی از نکات جالب که چون این دانشجویان پروپوزال های خود راجع به مقالات آخر ترم رو هم ابتداءً طرح کردند، کلاس 3 ساعتی بود و بعد من حدود یک ساعت و اندی صحبت کردم و با عنایت استاد مربوطه به درستی گفت که فلانی الان ببین، پیش روی اونها گفت ببین کارهایی که اینا دارن میکنن در همین حوزه اسلام، اینا تماما کارهای تجربیه. ما راجع به چگونگی ethical formation، شکلگیری پرنسیب ها و اصول اخلاقی کار میکنیم، اما از منظر آنتروپولوژیک و کاملا تجربی نگاه میکنیم که در چه زمینه و زمانه ای این نرم ها شکل گرفته. و بعد برام جالب بود در این حال که هم خود استاد هم دانشجویان فوکویی هم بودن، یعنی نوعی مناسبات و روابط مبتنی بر قدرت توسعن و کانتکستی که اجازه داده به شکلگیری این نرم ها، اینا محل بحثشون بود. بذارید من دو تا از مثال هایی که اونجا بحث شد که با خاورمیانه ما هم کاملا نسبت داده رو ذکر بکنم تا عرایزم روشن تر بشه و بعد به مصداق طرف الاشیاء به ازداده ها هم شما ببینید و در نظر بگیرید که نورماتیو پروژکت یا پروژه های نورماتیو و در اینجا پروژه نورماتیو فلسفی یعنی حوزه فلسفه اخلاق چه تفاوتی با کارهای تجربی داره. و بعد توسعاً کاری که دکارت در این تأملات میکنه که در انتها هم امروز فقراتی از تأمل چهارم رو میخوانیم. ببینید یکی از این دانشجویان راجع به تحول و تطور مفهوم مارتیدم شهادت در عراق کار کرده بود، اما عراق پیش از 2003، یعنی در دوران صدام یا به قول خودش بعث پارتی، حزب بعث، و اینکه اون موقع به چه کسی مارتیر گفته میشد، به چه کسی شهید گفته میشد، شهادت چه مؤلفه هایی داشت و این تطور رو مقایسه کرده بود با دوران پس از صدام و اینکه اون موقع چه تطوری پیدا کرد. یعنی ما یه دوران پیشا حمله عراق، حمله امریکا به عراق رو داشتیم و دوره پسا صدام هم داشتیم، چنان که میدانیم 13-14 ساله که در دوران پسا صدام ما به سر میبریم. بعد آمده بود و کار کرده بود، حالا چگونه کار کرده بود؟ رفته بود از طریق آرشیوهای دسترسی پیدا کرده بود و این خانواده های شهدا رو که رسما در برخی از این وبسایت های عراقی در آمده بود رو، خانواده هاشون رو بررسی کرده بود و اینکه اون موقع چگونه به یک کسی شهید میگفتن. حالا اینجا شما شهید رو به عنوان یه ethical virtue در نظر بگیرید، خب یه فضیلت اخلاقیه، کسی که جانش که بالاترین سرمایه زندگیش باشد رو داده است و از دنیا رفته. و بعد در دوران پس از صدام این چه تحولی پیدا کرده، یا به تعبیر دقیق‌تر چه تطوری. و بعدم این که چون بخشی از اینا دیگه جنگ داخلی شده و حالا کی به کی میگه شهید، اون موقع کشور یه قدرت مرکزی داشت و به هر حال مخالفان و دشمنان تمامیت ارضی عراق حالا از منظر رسمی دولت بودن، از منظر ببخشید رسمی دولتی اینا همه شهید بودن. یعنی در جنگ ایران و عراق هر کی کشته میشد از نظر ایراکی authorities، یعنی دولت مردان عراقی و بعد مدیا، شهید بود. این چنین بود دیگه، درسته؟ اما خب جالب اینه که در دوران پسا صدام خیلی قصه پیچیده شده،
برای اینکه فیلم مثلا جنگ شیعه و سنی این همه طرفین از هم میکشن، حالا کی شهیده؟ از سنی بپرسی، اونی که شیعه رو کشته و در این راستا کشته شده شهیده. از شیعه بپرسی، اون کسی که سنی رو کشته در مقام دفاع از مملکت، حالا از نظر خودشون، ولی چون جنگ داخلی دیگه اون مفهوم تمامیت ارضی اینجا کار نمیکنه. دست کم یه برهه، بعدم پای داعش اومد وسط. حالا مرادم اینه، توجه میفرمایید، این که چگونه این نرم ها شکل گرفته تو اون کانتکست در دوران صدام و در دوران پسا صدام، این تحقیقی بود که ایشون کرده بود و توضیح میداد. البته درافتی و پروپوزالی از کارش رو که خب نیم ساعتی صحبت کرد، قرار شد که بعد از کامنت هایی که ما هم دادیم تکمیل کنه تا یه دو سه هفته دیگه به عنوان پیپر فاینالش. شما جنس کار رو در نظر بگیرید که همطور که در میابید که قصه تحول مفهوم مارتیردمه و این یه کار اخلاقیه، یعنی پژوهش اخلاقیه، اما از منظر آنتروپولوژیک، از منظر مردم شناختی، از منظر جامعه شناختی. یه خانومی هم که محجبه بود و یمنی بود، خون پیپرش رو، او راجع به پاره ای از رسم و رسومات میان کمیونیتی یمنی که خارج از یمن در آمریکای شمالی و مشخصا امریکا زندگی میکنن، دیاسپرا، و اینکه چگونه وقتی که دختران دم بختی رو در مجلس و محفلی که با ساز و آوازه اینا را بهشون یه زن مسنتر از فامیل یاد میده که خلاصه همسر آیین همسرداری و شوهرداری رو بهش، و اینکه توی اون سرودها ایشون در پی این بود که یه سری نرمهای اخلاقی که از جنس چگونه زندگی کردن شکل میگیره و چگونه این نسل در نسل میان دیاسپورای یمنی که این رو از مملکت خودشون آوردن اما دارن اینجا نسل در نسل منتقل میکنن، و اینکه خب چگونه این نرم ها شکل گرفته، حالا جنسش جنس اخلاقی توسطان اگر شما بگیرید که به او یاد میدهن که مطابق با کالچرشون اینا چگونه باید با همسر خود رفتار کنن، هم چگونه همسر بیابن و هم چگونه رفتار کنن در زندگی مشترک. خب نگاه بکنید بعد از این دوتا پیپر که خب دربارش صحبت مفصلی شد، البته پیپرهای دیگه هم بود دیگه، من به اونا نمیپردازم. اون وقت این استاد مربوطه گفت خب شما الان به حرفای فلانی گوش بدید که این فلاسفره، میخواد راجع به متدولوژی بحث و فحص یه فیلسوف یا یک نورماتیو پروژکت رو برای شما تقریر بکنه و اینکه چگونه اون کارهایی که شما میکنید همه امپریکال دیسکریپتیوه و کاملا یه نگاه آنتروپولوژیکه که خب از هیستوری، از سوسیولوژی، از سایکولوژی تقضیه میکنه و خب سخنان خودش رو میگه، مدعیاتش رو عرضه میکنه، ریسرچاشو نهایی و پابلیش میکنه و میگه ببینید فلانی اما کارش چگونه کار نرمتیوه. من براشون توضیح دادم شاخهای مختلف فلسفه اخلاق و بعد حدود و صغور نرمتیو پروژکت رو. برای اونا جالب بود، برای منم جالب بود که میگفتم ببینید حد اکثر آرگومنتیشنی که اینجا در کار شما میخواید فلان نظریه اخلاق هنجاری رو برگیرید و همه نظریه فرو بنهید در حوزه نورماتیو اتیکس یا در حوزه متو اتیکس، میخواید کاغنیتیویزم رو برگیرید نان کاغنیتیویزم رو فرو بنهید یا بالعکس نان کاغنیتیویزم رو برگیرید کاغنیتیویزم رو فرو بنهید، یا در مورا انتالوژی ریالیست باشید واقعگرا یا نان ریالیست یا انتو ریالیست، همه ادله له و علی اینا همه جنسش غیر تجربیه، از جنس حالا قصه شهود آرگومنت های اینتویتیوی که شما اقامه میکنید و البته خب در باب شهود هم باید بسیار سخن گفته، سخن هم گفتم. علاوه حالا این ابزار و ادوات اونجا هم تو که ملازم میفرمایید کاری چندان با جهان پیرامون نداره، نه اینکه در خلاء زندگی میکنن فیلسوفان اخلاق، موضوعات رو از جهان پیرامون میگیرن البته، اما آرگومنت هایی که میخواد اقامه بشه دیگه اون آرگومنت ها جاستیفیکیتوری پاورشون، قدرت توجیه کنندگیشون نسبتی با تجربه نداره،
اویدنس های تجربی نمیخواد. خب این بستگی به این داره که شما از کجا میایید، یعنی کدام مکتب رو برمیگیرید و چگونه استدلال میکنید و جنس بحث غیر تجربی. البته بین الاذهانی هست، بین الاشخاصی هست، اینتر سابجکتیو هست البته، اما اینتر سابجکتیوی که خب در این حال برای برکشیده شدن بیشتر یا احیانا فرو نهاده شدن کاری و تقضیه از عالم تجربه نمی کن. حالا ببینید این مثال رو زدم از این تجربه زیسته اخیرم جهت توضیح این که چگونه پراجکت های مهمی که سبقه آنتروپولوژیک از می شود که سوسیالوژیک دارن با کاروبار فلسفی متفاوته. همه این دانشجویانی که گفتم در واقع یه فیلد کاری دارن، میرن نمونه هایی رو میبینن، با افرادی احیانا مصاحبه میکنن، بعد در دقایق و ظرائف اون کامیونیتی ها ورود میکنن، دقت میکنن که باید هم بشه، و بعد نهایتا اون اویدنس، ببخشید امپریکال اویدنسی که باید بیاد، البته زیر یه conceptual frameworkی، زیل یک چارچوب مفهومی که خب به هر حال کارو استوستار و چفت و بستار بکنه. اما حالا ببینید چه درس تأملی که به تفصیل در جلسات پیشین درباره سخن گفتیم و چه عرض می شود که بخشایی از تأمل چهارمی که امروز می خونیم و انشالله تا آخر دوره دیگر تأملات رو شما نگاه میکنید و دیده اید که متد کار دکارت چگونه است، و من نمیخوام هیچ اهمیتش رو کم بکنم و اصلا نفس پرداختن ما به این کتاب و برکشیدن کارهای دکارت و حتی نقد اون اینا همه از اهمیتش نشأت میگیره، اما متدولوژیکلی به لحاظ روششناختی میبینید چقدر فرق میکنه این روند آیندها و گذرهایی که دکارت میکنه با جنس کارهایی که این آنتروپولوژیستا فیلمثل انجام میدن. حالا اون در حوزه اتیکال فرمیشن، شکلگیری نرمهای اخلاقیه که میتونه متناظر با آن بحث و فحصهای نرمتیف در حوزه اخلاق باشه در فلسفه اخلاق، یا این بحثهای توسعاً متافیزیکی یا فلسفه اولا که خب در باب مطلق جهان و هستی و معرفت. خب اجازه بدید راجع به با این توضیحات ما به بخشهایی از تأمل چهارم هم بپردازیم و توضیحی بدهیم و بحث رو ختم بکنیم. تأمل چهارم عنوانش هست در حقیقت و خطا. تأمل سوم خاطرتون هست عنوانش بود درباره خداوند و اینکه او وجود دارد که به تفصیل به بحث گذاشتیم. حالا بریم ببینیم چه معنایی رو دکارت از حقیقت مراد میکنه، چه معنایی رو از خطا، و چه تأملاتی رو در باب ربط و نسبت میان این دو مفهومی که خب سویه های فلسفی پررنگی در وهله نخست دارن برقرار میکنه و از این ربط و نسبت یاد میکنه. به توضیح مقدمات و سخنان ابتدایی دکارت در این جلسه میرسم، اما همون هم برای فتح باب بحث امر مهم و نیکوییه. خب کوت، نقل قول، از اینجا آغاز میشه. اون سلف ریفلکشن، همون تأملات درون نگرانهی که تا کنون هم مشی دکارت بوده در تقریر تأملات خود، تأملات فلسفی خود، میگوید که من در این روزهای گذشته خوب عادت کرده ام که ذهنم را از قید حواس وارهانم و با دقت تمام مشاهده کرده ام که آنچه ما در باب اشیاء مادی با یقین می شناسیم بسیار اندک است و معرفت ما در باب نفس انسانی بسیار بیشتر و درباره خود خداوند باز هم بسیار بیشتر است. بنابراین همکنون بی هیچ زحمتی افکارم را از پرداختن به امور حسی یا خیالی منصرف و به اموری معطوف خواهم کرد که چون از هر گونه پیوند با ماده پیراسته اند، معقول صرفند. بدون شک مفهومی که من از نفس انسانی دارم از آن حیث که نفس چیزی است که می اندیشد و درازا، پهنا، ستبرا و هیچ یک از اوصاف جسم را ندارد، از مفهومی که از هر شیء مادی دیگری دارم به نحو قیاس ناپذیری متمایز تر است.
و وقتی میبینم که شک میکنم یعنی موجودی ناقص و غیر قائم به ذاتم، مفهوم موجودی کامل و قائم به ذات یعنی مفهوم خدا با آن چنان تمایز و وضوحی به ذهنم میآید و تنها از همین که این مفهوم در من هست یا از این که این من واجد این مفهوم وجود دارم، آن چنان با یقین نتیجه میگیرم که خدا هست و هستی من در هر لحظه ای از لحظات حیاتم یکسره وابسته به اوست، که گمان نمی کنم ذهن انسان بتواند بدیهی تر و یقینی تر از این به چیزی معرفت حاصل کند. مظاهرا همکنون راهی پیش رو دارم که ما را از همین تأمل درباره خدای حقیقی که جمیع خزائن علم و حکمت نزد اوست به شناخت سایر موجودات عالم می رساند. خب در باب این نگاه انتهای نوبت پیش هم توضیحاتی آوردم، بنای تکرار اون رو ندارم، که به نظرم این استدلال علیدیه و جامپی که اینجا دکارت کرده به نظر من هیچ مقنع به نظر نمیرسه. یعنی به صرف این که من مفهوم متمایز و واضحی از خداوند داشته باشم، این هیچ تعین اونتولوژیک و وجود اون در جهان پیرامون رو نتیجه نمیدهد. این که نفس چیزیه که درازا و پهنا و ستبرا نداره و خب از موجودات مادی قیاس پذیره، اینو میتونم بفهمم، اما نه اینکه چون تصور میکنم حتما وجودم داره. همون ریفیکیشن فالسی که یک نوبت هم گفتم با غالطه اقنومسازیه، و اینکه من یه مفهومی از خدا رو که فکر میکنم متمایز و واضحه چون به ذهنم میاد با یقین هم نتیجه میگیرم که هست، که نوبت پیشین هم این رو بحث کردیم دیگه. اینا همه از مقتضیات عقلانیت حد اکثریه که امری ناموجهه، البته چنان که من میفهمم. و بعد این رو هم اگر یارتون باشه بحث کردیم که چون بعد میگه محاله که خداوند هرگز من رو فریب بدهد، که پاری از دوستان بحثای میان اشاعره و معتزله رو که من ذکر کردم هم بحث کردم، ببخشید ترک کردم، و من هم در این با بحث کردم چون هم متصور این کارو بکنه خدا، چرا متصور نباشه؟ مگه خدا مطابق با آموزهای دینی، من اینجا خدای ادیان رو میگم، و البته چون او گفته فریب دادن، فریب دادن یه اتفاقی است که در ذیل کانسپت و تلقی ما از خدای ادیان متصوره، خدای فلسفی محرک اول که فریب نمیده، پسیوه، یعنی یه امری در جهان. این از اوصاف انسانیه و قاعدتا اینجا دکارت راجع به خدای مسیحیت داره سخن میگه. اما گفتم در سنت اسلامی هم یه عده‌ای معتقدن، نه اینکه گفته باشن صراحتن و مشخصن که خداوند فریب میده بندگان رو خود رو، اما میگن متصور هر کاری با بندگان خود بکنه. خب اگر متصور هر کاری با بندگان خود بکنه، یکی از اون کارهای متصور هم عبارت است از فریب دادن. زیرا اولا اذعان دارم که محال از خداوند هرگز من رو فریب دهد، چون هر گونه نیرنگ و فریب خود حاوی نوعی نقص است. نه، چرا لزوما نیرنگ و فریب حاوی نقص باشه؟ و هرچند به نظر می رسد که قدرت بر فریبکاری خود نشان هوشیاری یا توانایی است، اما بدون شک قصد فریفتن دلیل خبث ذات یا ناتوانی است و بنابراین وجود این دو در خداوند محال است. نمیدونم مراد از ناتوانی اینجا چیه، یا خبث ذات که حالا یه تعبیر تیز و تندی هم هست، اما من میتونم فریب دادن رو نشانه از قدرت یک فردی بدانم، قدرت علل اطلاق. چطور است که وقتی کسی با گفتار خود، با رفتار خود میتواند مخاطبان رو مفتون و مسحور خود بکنه، و این رو همه ما نمادی از قدرتمندی اون فرد میدانیم، یک سخنور خیلی توانمند، یک شاعر زبردست، یک فوتبالیستی که با توپ جادو میکنه، اینا قدرت دیگه. کاری که مارادونا با توپ میکنه، مسی با توپ میکنه، اکثر ساکنان کره زمین نمیتونن بکنن، یا دست کم ما ندیدیم که بکنن. خب این یه جور مفتونیته و دلیل بر تواناییه. حالا من میگم کسی که بتواند منو فریب بدهد، چرا این نماد و نشانه از توانمندیش نباشه؟ میتونه کسی به قصد فریفتن همین کار رو نکنه، یعنی واقعا بخواد کاری برش متصور بشه، یا به تعبیری این متوقف بر نیاز باشه. نه،
صرفا برای اینکه ابراز قدرت بکنه به خودش، نشون بده من چنان توانمندی دارم. قرار نیست اگر شما من رو میفریبید حتما چیزی از من به شما برسه. بله میشه این اتفاق بیفته. فرض کنید شما منو بفریبید، از من $1000 بگیرید و من نفهمم چه جوری به شما دادم. فرض کنید، یعنی یه جوری باشه که من متوجه نشم. خب این فریب دادن به قصد برطرف کردن نیازه. این خیلی از مواقع هم رخ میده. کلاهبرداری هم میتونن، اما نه هر فریب دادنی از نقص نشأت میگیره. متصور فریب دادنی از جنس همین مفتون کردن مخاطب باشه، یا اصلا به خود نشان دادن که من این کارو میتونم بکنم، اعمال قدرت میتوانم بکنم، طرف هم رو فریب بدم. به این معنا این هم فکر میکنم که این که محال است که خداوند هرگز مرا فریب دهد، اینو به مثابه یه مدعایی که دلیلی فلسفی لهش اقامه نشده من نمیتونم بپذیرم. تازه عرض میکنم که پاره از متعلهان و متکلمان دست کم در سنت اسلامی که معتقد بودن خداوند فعال ما یشا است و هر کاری میخواد بکنه میتونه بکنه. خانه خود را بسوزی، هین بسوز کیس آن کس کت بگوید لایجوز. بعد در ادامه میگه دکارت که ثانیاً استعداد خاصی برای حکم کردن در خودم تجربه میکنم که بدون شک آن را همچون همه چیزهای دیگری که دارم خدا به من داده است، و چون محال است که خداوند قصد فریفتن مرا داشته باشد، قطعاً چنان قوه‌ای هم به من نداده است که روزی مرا به خطا بیندازد، مشروط بر این که من آن را درست به کار بندم. به نظرم دیگه تکرار میشه، چون اون مقدماتش مقدمات ناموجهی اونقدر که من میفهمم. فکر میکنم که بهتر از این درگذریم و تتمه تأملات دکارت در این باب رو بخوانیم. جای دیگری در ادامه میگوید که نخستین چیزی که به نظر میرسد این است که اگر عقل من از درک اقراض افعال خداوند قاصر است، نباید تعجب کنم، و بدین ترتیب از این هم که چه بسا در تجربه به نمونه های فراوان دیگری برمیخورم که نمیدانم خداوند آنها را برای چه و چگونه آفریده است، هیچ دلیلی برای شک که در وجود خدا نخواهم داشت. زیرا اولا بعد از آن که همکنون دریافتم که طبیعت من به غایت ضعیف و محدود است و به عکس ذات خداوند عظیم احاطه ناپذیر و نامتناهی است، آسان می توانم دریابم که خداوند بر اشیاء بی نهایتی قادر است که علل آنها از دسترس شناخت من فراتر است، و تنها همین دلیل کافی است تا قانع شوم که نوع علت به اصطلاح غایی در مورد اشیاء فیزیکی یا طبیعی هیچ کاربرد سودمندی نخواهد داشت. زیرا تلاش برای تعمق در اغراض قامز و غیر قابل نفوذ خداوند و مبادرت به کشف آنها جز با گستاخی برای من مقدور نیست. حقیقتش من چون در باب اون مفروضات اولیه‌ای که دکارت مد نظر قرار داده و جستیفاید کرده است مشکل دارم، اینجا به توضیحی که خصوصا در نوبت پیشین و بخشایشم دو نوبت قبل آورده ام و بنای تکرار اونها رو ندارم، خیلی عرض می شود که نمیتونم پیش بیام با دکارت و دلم میخواد که ببینم اگر از جنس دیگری سخن میگه، که فکر میکنم در تأمل پنجم باز میکوشه در اثبات وجود خداوند سخن بگه، اون رو بهش بپردازم بیشتر و بیش از این در تأمل چهارم من توقف نکنم. حالا دوستان مایل باشن میتونن ببینن، تأمل بلندی هم نیست، تا صفحه 81 کتاب هست، تا 82 کتاب، و توضیحاتی است راجع به این در حقیقت و خطا و اینکه آیا خداوند موجودی است که من رو فریب میدهد یا نه، و نمیتونه از نظر دکارت ظاهرا من رو فریب بده، و من حق ندارم شک کنم که چرا خداوندی که من رو به جهان آورده از من نخواسته تا
فرض بفرمایید که نقش فلان فرد رو ایفا بکنم یا حق ندارم بگم که آیا منو خداوند فریب میتوانست ندهد یا بدهد، هرچند که از نظر او محاله که خداوند ما رو فریب بدهد. و بعد به توضیح که نوبت قبل گفتم، مسئله شر ظاهرا برای دکارت اینجا هیچ محلی از اعراب نداره و محض لطف خلق من توسط خداوند. خب اینجا چون راجع به موجود ابسترکت داره حرف میزنه، همون نفس به قول خودش، نه انسان گوشت و پوست و خوندار، ظاهرا این همه درد و رنجی که آدمیان کشیده اند چنان که نوبت پیشین هم ذکرش رفت، چندان ذهن دکارت رو نخلیده و اون رو فیلسوفیکلی ریلیونت ندیده، به نحو فلسفی مربوط ندیده که بهش بپردازه. میدونید من اینجوری بگم و با این توضیح فکر میکنم بحث امروز رو ختم بکنیم. حقیقتش این تأمل، حالا تأملات پیشین به نوعی شاید، اما اینجا خیلی پررنگتر برای من، خیلی سبقه کلامی داره بحث‌های دکارت و یه خدایی رو مفروض گرفته بعد از لطف خدا، از معرفت فطری، از اینکه عرض می‌شود خداوند اراده‌ای به من عطا کرده یا نکرده و بعد اینجا من خودم خطاکارم اگر هم رخ میده و هیچ چیزی متوجه خداوند نیست. یه جور پروژه متافیزیکاله اینجا. درسته که از سوبژکتیویسم آغازید دکارت، اما با خودم فکر میکردم وقتی این تأمل رو برای بحث امروزمون میخوندم و یادداشت‌های خود رو برمیداشتم، داشتم فکر میکردم چقدر متفاوت. این تفاوت رو آدم به مصداق تعرف الاشیاء به ازداده‌ها بهتر میفهمه. ببینید کتاب Philosophical Investigations که ما توفیق داشتیم یک ترم به تفصیل راجع بهش سخن بگیم، اونم یه جور philosophical journeyه، یعنی یه جور سفر فلسفی است که ویتگنشتاین در خود کرده و از پرداختن به خود و زبان رو به مثابه یه ابژه انگاشتن و در باب حدود و صغور معناداری سخن گفتن آغازیده است. اما جالبه اگر قیاس بکنیم، حالا که داریم این رو هم به مثابه یه تکس اوریجینال میخونیم، اونجا هیچ از خدا آغاز نکرده ویتگنشتاین. مسئلهش معناداریه، به آگوستین اشاره میکنه، اما تمام مسئله معناداریه و تکس فلسفیکاله کاملا. اینجا اصلا خود مقوله خدا و بعد از جایی به بعد این رو مفروض گرفتن و دربارش سخن گفتن و حدود و ثغورش رو کاویدن، بدون اینکه حالا دست کم از منظر من شارح و مخاطب اون ادله مقنعی باشه و فکر نمیکنم کسی نوعی درگیری فلسفی با این متون داشته باشه، به راحتی این رو ادله مقنع یا در خور توجه بینگاره. به همین خاطر به رغم اینکه کار البته که در کانتکست فلسفی نگاشته شده و اثر مهم دورانسازی بوده است، اما شما سویه های الهیاتی کار رو هم میبینید. یعنی در این تأمل خصوصاً که تو گویی خدایی رو که خودش فکر میکنه مفروض گرفته و ثابت کرده، همون عقلانیت حد اکثری که گفتیم نوبت پیشین که از مفروضات دکارت در این پروژه است، انگار دیگه حالا بعد از این باید بیاییم و راجع به این که حالا خدا ارادش به چه تعلق گرفته، خطا از من بوده و هرچی که من آیا ادراک میکنم میتونم درش دوچار خطا بشم یا نه، یا خدا خواسته که من دوچار خطا بشم یا نه، اینا کاملا بحثی است که سبقه الهیاتی داره. اشکالی نداره بحث الهیاتی فی نفسه، من خودم هم به کلام علاقه مندم و در جای خود البته در حوزه کلام جدید کار کردم، نوشتم، تدریس کردم، اما جنس بحث با جنس بحث پیور فلسفی متفاوته. خب البته شما میتونید بگید به حال این حرف حدود 400 سال قبل زده شده، حالا اون محظورات دکارت یه طرف، عدم پیشرفت این دیسیپلین ها و تفکیک و تمایزشون از یکدیگر یه طرف، سبب شده ما با چنین متنی مواجه باشیم و الان که اون رو دکانسترکت میکنیم و شرح و بازسازی میکنیم، این نکات رو
میتونیم استخراج کنیم. اشکالی نداره، من مخالفتی ندارم. در این حال عرض میکنم که خب به عنوان یه اهل فلسفه‌ای که به هر حال در سنت‌های فلسفی جدی مغرب زمین هم خوشبختانه توفیق تحصیل داشته است، میتونم حدس بزنم که و گمان زنی کنم که این نوع بحث‌ها سویه‌های کلامی پررنگی هم از جایی به بعد پیدا کرده است. یه جور کار متافیزیکیه، میدونید، و به هر حال این نوع کار متافیزیکی از دست کم کانت به این طرف دیگه پروژه هاییه که یه فیلسوف خیلی نمیتونه سراغش بره. حالا اگر شما در فضای کانتی و پسا کانتی نفس بکشید، که خب همه ما به نوعی در قرن 21 که ایستاده این پسا کانتی هستیم و این نقش دورانساز رو کانت در تاریخ فلسفه ایفا کرده است، اینا یه جور آنتینومی گوییه، یه جور قضایای جدلی و طرفینه که به نوعی داره دکارت ازش سخن میگه. اون جاهایی داره حرف میزنه که ما مقولات فاهمه و سنس دیتایی که از طریق این مقولات فاهمه بگذره و با حکمی بکنیم نداریم. و من این جاها چون کانتی هم خیلی یا متأثر از کانت هم بسیار، خوب این نوع بحثای دکارت من رو قانع نمی کنه. برای اینکه خب عرض می شود که از اول اون خشت کج بنا نهاده شده و ادله مقنعی نیستن و نوعی اثبات یا موجه کردن متافیزیکی و اصطلاحی و ترانسندنتالی اینجاها روخ نداده. اصطلاحی رو به معنای موسع کلمه می گیرن، یعنی بحث متافیزیکی، یعنی بحثی که نهایتش عبارت است از اثبات وجود خداوند یا خداوند رو موجه انگاشتن به مثابه یک موجود برین. چون این اتفاق اینجا نیفتاده، با عنایت به این که یعنی ادله است که مثبت مدعا نیست و به هر حال مدعا فی نفسه میشه اون رو موجهش کرد، دیگه بعد از این سخنانی که در حواشی اون گفته شده است برای من شأن کاگنیتیو نداره و چندان نمیتونم به عنوان کسی که ذهن کم و بیش منظمی داره و به هر حال به عبور از مقدمات به ذیل مقدمات و اینکه چگونه نتیجه یک استدلالی مقدمه استدلال بعدی قرار میگیره حساسم، چون میدونم اون استدلال‌های اولیه مسمى به استدلال بوده و موجه نیست، قاعدتا نتیجه‌ای که گرفته و به نوعی مقدمه کارهای بعدی شده در این تأمل اخیر، تأمل چهارم، برای من موجه نیست و فکر میکنم که خب باید از وقتی در اونها به نحوه جدی در اونها نظر کرد که پیشتر خداوند عظیم یا نامتناهی که از نظر دکارت به صرف این که خب در ذهن منه ابجکتیفای شده در جهان پیرامون رو، من ابتداعاً موجه بکنم این مدعا رو، بعدن برم پیشتر، اول اثبات برادری بکنم، بعد حالا ادعای ارث بکنم، بعد حالا بیام راجع به اراده و عرض می‌شود اینکه خدا منو فریب داده و اراده من ذیل اراده او قرار میگیره یا نمیگیره یا منو به خطا میافکنه یا نمیافکنه، بعد از اون بیام راجع به اینا صحبت بکنم. اما خب توضیح دادم این اتفاق نیفتاده از نظر من. یه وقت ممکنه کسی به هر حال به این حرفای دکارت راجع به نور فطرت و اینکه خداوند هوش قوی‌تری یا نور فطرت کامل‌تری به کسی داده از آن بکنه و اینها رو بپذیره و جلو بیاد. من خب چون نپذیرفتم چنان که در این جلسات دیدم، حقیقتش در تأمل چهارم خصوصا پیش نمیرم خیلی و چندان برای من معرفت بخش نبوده. امیدوارم نوبت آتی که به تأمل پنجم میپردازیم تحت عنوان درباره ماهیت اشیاء مادی و باز هم در اثبات وجود خداوند، ببینیم آیا دلیل مقنعی و غیر علیلی دکارت میتونه اقامه بکنه در اثبات وجود خداوند یا نه. البته گفتم، بازم تأکید میکنم به عنوان حسن ختام بحث امروزمون، این خب ارزش تاریخی و در این حال نوعی تبارشناسی خود هم داره. من خب چون یه کسی هم که با فلسفه جدید و فلسفه پسارونسانسی بر سر مهرم و
و بسیار نسبت به اون گوش میدم و از آن یاد گرفتم و از بحث‌های متافیزیکی به معنای فلسفی کلمه، اگر نگم گریزانم میتونم بگم نسبت به اونها بی تفاوتم، عنایت دارم که دارم این متن رو وقتی میخونم که ذهن و ضمیرم عمیقاً کانتی ویتگنشتاینیه. اینا رو میگم تا یه وقت خدای نکرده تخفیف نکنیم شأن دکارت رو، یا پاره از این دوستانی که این فایل های صوتی رو گوش میکنن بگن ببخشید اگه آدم کمهوشی بوده یا چه حرفایی زده. نه اصلا و ابدا. اما خب یادمون باشه ما کی داریم این متن رو میخونیم و تأثیر گذاشته اون ایده ها، یا دست کم به جان من که نشسته است. بازم تاکید میکنم در عرصه فلسفه، نه عرفان. عرفان چون از جنس تزوقات عارفانه است و شما میخواید تفقد احوال باطن بکنید، مشتهیات نفسانی رو کمینه کنید، تجربه های کبوتراله رو نصیب ببرید، اینا همه اتفاقاتی است که در وادی عرفان میفته. من خودم از سالک مدرن و عرفان مدرن سخن گفتم، عرفان مدرنی که معطوف به بازخوانی انتقادی سنت عرفانی ماست و همچنان بدان باور دارم و به این پروژه مشغولم، به همین خاطر این در نظام فکری من این کانسیستنسی نداره اونقدر که من میفهمم. اتفاقا اونجاها هم از تأملات نظری استفاده کردم و در مقام فیلمثل نقد مفهوم فنا در سنت عرفانیمون از ایده اتانومی بهره بردم و نگاه به جهان پیرامون یا عرفان عنایتی، چلام که در یکی از این سلسله مقالات آوردم و از دوستی اون رو وام کردم سخن گفتم، اینا منافاتی نداره با اینکه اون وقت شما بخواید در عالم فلسفه نوعی بحث‌های متافیزیکی رو بهش دامن نزنید، هیچ منافاتی نداره. مضافم بلی که فکر کنم در یکی از این جلسات هم در دوره دکارت شناسی هم گفتم، من در عرفان هم به یه عرفان با متافیزیک نحیف باور دارم، چنان که در سلسله مقالات عرفان مدرن آوردم. و این متافیزیک نحیف با عرض می شود که سنت عرفان خراسانی ما، سنت عرفان خراسانی پالایش شده نسبتی داره، به همین خاطر نه با عرفان متافیزیکی بر سر مهرم، عرفان ابن عربی و عرفانی که مشهون از اون مصطلحات است، و نه با نوعی فلسفه متافیزیکی که شما از توماس آکویناس بگیرید در سنت مسیحی تا فیلسوفان خودمون که پیش از او بوده اند، مثل فرض بفرمایید که پاره از بحث هایی که فیلسوف متکلمانی که مثل خواجه نصیر، حالا در قرن، البته او قرن 14 میلادی بود حدوداً، بعد از توماس آکویناس بود، اما همون دوران رو میگم، همون چندین سده رو عرض میکنم، تا میان جلوتر به فیلسوفان متافیزیسیانی در قرن 17 میرسیم، مثل ملا صدرا، مثل میر داماد، مثل ملا هادی سبزواری، اینا همه فیلسوفان متافیزیسیانن به این معنا. و من به عنوان یک کار فلسفی چندان با اون نوع بحث و فحصها بر سر مه نیستم، هرچند که پیشتر هم گفتم ما اگر استدلالهای ملا صدرا و ملا هادی و اونقدر که من دیدم رو جدی بگیریم، اینا از توش اگر ملتزم باشیم به مبادی و مبانی و روش استدلال ورزی، از توش خدای ادیان لزوماً در نمیاد، یا خدای فلسفی در میاد، یا خدای وحدت وجودی. و این کار متکلم رو به ما هو متکلم بار نمی کنه. ولی خب میشه یه کسی نگاه فلسفی داشته باشه یا خدای عرفانی رو باور داشته باشه. الا ایه حاله اینجاها دکارت که خب این حرفایی که راجع به اراده و فریب و اینا میزنه که خدای وحدت وجودی و خدای فلسفی مد نظرش نیست، به خدای مسیحیت عطف نظر کرده است. و این خدا چون ادله‌ای که او اقامه کرده موقن نیست، ادامه دادن این بحث و دنبال کردنش از منظر من چندان معرفت بخش نیست. و همون جاهایی که ابتداعاً کانت و بعد ویتگنشتاین توقف کردن و جنس این بحث‌ها رو، یعنی بحث‌های فلسفی رو از بحث‌های متافیزیکی به این معنی، یعنی سخن گفتن فلسفی در باب خدای متعالی رو تغییر دادند و اونجاها به نوعی
تفاوت منطق، حالا یکی از منظر منطق معرفتی، یکی از منظر منطق دلالتی و سمنتیک بهش پرداختن. خب در این فضای پسا کانتی، پسا ویتگنشتاینی، به هر حال نفس کشیدن و از آن داشتن به آن لوازمی داره. از جمله لوازمش این است که خب در این نوع سخنان دکارت نمیشه به دیده ی عنایت نگریست و اونها رو به لحاظ معرفتی و تروس کانتنت، محتوای صدق و اپیستمیک ولیو، ارزش معرفتی جدی گرفت و بصیرت زاد. درک بنده از این قرار است با همه البته احترام و عنایتی که به شأن دکارت و سلسله جنبانی او در فلسفه جدید قائلم و از آن بدان می کنم و کسی اگر این کارو نکنه البته که از مرحله پرته و درک درستی از تاریخ فلسفه غرب هم نداره. خب عرایزم نسبتاً طولانی هم شد، فکر نمی کردم به اینجا بکشه، اما خب نکاتی که یادداشت کرده بودم درباره تأمل چهارم رو تقریبا همش رو گفتم و سر دوستان رو هم درد آوردم. حالا عزیزانی که مایلن با جزئیات بیشتری در باب سخنان دکارت، در باب ربط و نسبت میان فریب دادن و کمال انسان و قدرت خداوندی و اراده انسان و اراده باری و امثال هم آشنا بشوند، به روایت او میتونن خود تأمل چهارم رو با دقت بیشتری بخوانن. من فقراتی از اون رو خواندم که به کارم میآید و دیدم که میآمد و دیدم که میتونم بحث از در حقیقت و خطا رو این چنین جمع‌بندی بکنم. خب انشالله نوبت آتی بحث از تأمل پنجم رو پی میگیریم و به آن میپردازیم. دیگه به سرازیری رسیده ایم و فکر میکنم طی 3 جلسه بعد، حد اکثر 4 جلسه بعد، این دوره درازاهنگ هم به پایان برسد. امروز که نوبت 12 بود، 3 نوبت دیگه یا حد اکثر 4 نوبت دیگه مانده است تا ما این 2 تأمل رو هم بخوانیم و تتمه نکات رو دربارش با یکدیگر گفتگو کنیم. حسن ختام عرایض من از این قرار است که باز من در کانتکست تاریخی عرض میکنم. وقتی که شما نگاه میکنید بحث های دکارت رو، خوب میتونید تطوری که صورت گرفته رو در نظر بیاورید و اینکه چگونه دکارت به اون معنایی که هیوم حتی پیش از کانت درباره معرفت سخن میگفت و به نوعی به لسان امروزین واحد معرفت رو گزاره میدانست، حالا با صورت بندی خودش، دکارت این چنین مشغولیتی نداره به نحو اغلبی و قصه اون مفاهیمه و وضوح و تمایز مفاهیم. اینجا هم میبینید بارها میگه قصه ذهن و وضوح و تمایز مفاهیمه، در قیاس با هیوم که خب به گزاره ها و تصدیقات میپردازه. اشاراتی هم که یه جاهایی به تصدیقات و اینها کرده هیچ روش سرمایه گذاری نمیکنه دکارت، تا جایی که من دیدم، و مبنای یه نوع نظام معرفت شناختی اینها قرار نمیگیره، کاملا برخلاف آنچه که در هیوم و بعد در کانت رخ میده و شما این تحول و تطور رو میبینید و البته در قرن 20 که کاملا آرتیکولیت میشه بود در معرفت شناسی جدید که سویه های دیگری پیدا میکنه، که خب من هم به سهم خودم توفیق داشتم در دوره تفکر نقادانه و معرفت شناسی به تفصیل به اون بپردازم. اینم باز به لحاظ تاریخی بصیرتیه که شما پسا کانتی پسا ویتگنشتاینی که دکارت رو میخونید از اون منظر میبینید. جالبه درباره معرفت اینا اینجوری فکر نمیکردن. حالا این رو هم عرض بکنم، سخن رفت و دیگه ختم بکنیم. در همین کنفرانسی که در دانشگاه پرینستون بودم، بیا آقای ایرونی
که رساله دکتریش رو در برکلی داره میگیره رو دیدم، آقای احتشامزاده. ایشان یه پیپری در آستانه انتشار دارن راجع به تصور و تصدیق به نزد قدمای ما. خیلی با هم گفتگو کردیم و جوان خوب و خوش ذهن و شارپ یافتم ایشان رو، که از نکات خوبی که ایشان میگفت و برای من جالب بود این بود که در میان قدمای ما، یعنی متکلمان و فیلسوفان گذشته ما، شما ابن سینا رو ببینید، عرض می شود که خواجه نصیر طوسی رو ببینید، و حالا مشخصا ایشان به فخر رازی اشاره داشت، متکلم بزرگ قرن ششم، و سهروردی رو هم در کار کرده بود بین این چهار نفر، و این سه نفر حالا مشخصا ابن سینا و فخر رازی و سهروردی بود. بحث از تصور و تصدیق، من خودم این رو نمی دونستم که می گفت یکی از اشکالات فخر رازی به ابن سینا این است که شما در واقع حالا به لسان امروزین معتقدید هم تصور هم تصدیق در زمره علم قرار میگیره، یعنی هم کانسپت ها هم پروپوزیشن ها. چرا تصورات، حالا آنچه که شما بهش میگید بدیهی هرچه، چرا تصورات در زمره علم قرار میگیرن؟ اشکالی که به ابن سینا کرده که به نوعی حالا با لسان امروزین نزدیک شده به این حرف فخر رازی که گویی معرفت بیشتر به تصدیقات نزدیکه. توجه فرمودید؟ حالا من از مصاحبه‌ای که مباحثه‌ای که با این دوست داشتم این رو نقل می‌کنم، قرار پیپرشون رو به زودی بفرستن من بخونم، اما خب مبسوط با یکدیگر مباحثه کردیم، برام جالب بود. من خب در باب ابن سینا میدانستم و سهروردی رو هم خب خواندم، اما فخر رازی رو از این منظر نمیدانستم که او به این انقلت میکنه که علم اعم از تصور و تصدیق نیست، و تلویحا این که آنچه که شأن معرفت بخش به لسان امروزی داره همون تصدیقات. اینو فخر رازی میگه در مقام نقد قدمای خود، و میگه نه، ادراکات اعم از تصورات و تصدیقات نیستن، ادراکات مساوق با تصدیقاتن، به اصطلاح هم انان با تصدیقاتن، تصدیقاتن که شأن کاگنیتیو و معرفت بخش به تعبیر امروزی دارن و تصوراتی نیستن، برخلاف آنچه که قدمای ما هم خیلی هاشون تصورات رو هم در زمره علم میدانستن. حالا عنایت دارید، میخوام میگم در دکارت، اکنون که ما پسا کانتی، پسا هیومی، پسا ویتگنشتاینی بازخوانی میکنیم این متن کلاسیک رو، میبینیم اینجا هم این تفکیک پررنگ نی، و او وقتی راجع به معرفت حرف میزنه یا خطا حرف میزنه یا خطایی که راه میتونه پیدا بکنه در معرفت ما، بیشتر راجع به وضوح و تمایز سخن میگه، که این وضوح و تمایز از جنس راه یافتن یا راه نیافتنشون در تصوراته. توجه فرمودید؟ و این تفکیک و دیمارکیشن میان تصور و تصدیق و نسبتشون به معرفت برای دکارت اهمیتی نداره، یا دست کم دیمارکیشن توش نیست. و این برام جالب بود که فخر رازی که به لحاظ میلادی بخوایم حساب بکنیم حوالی قرن 13 دیگه، 6 7 هجری که میشه 13 14 حدودا 2-3 قرن، حالا بعد نگاه کنم دقیقش، اما همین حدوده 2-3 قرن فاصله داره با دکارت. جالبه که در دیالوگ با گذشتگان خودش، او کاری به سنت مسیحی و غربی و قرون وسطای اون زمان نداشته است، به هر حال یک چنین درکی یا یک همچنین هینتی داشته و یه جور دایره معرفت رو می‌خواسته مزیق بکنه، و به برخی از تصورات که اون هم نه تصورات به معنای رایجیست که ما اون رو در زمره مفاهیم میدانیم، ظاهرا میخواسته مزیق بکنه و خیلی دایره تصدیقات رو هم انان بداند با دایره علم یا آنچه که ما معرفت بخش میدانیم. به هر حال، اما دکارت این چنین نیست، یا تا جایی که من خواندم و به گواهی متنی که در کار شرح آن هستیم، چنین وضوحی در کار دکارت دیده نمیشه. خاطرم هست سالها قبل که با یکی از دوستانمون آقای دکتر میثم سفیدخوش که اکنون عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی هن، مقاله فلسفی رو با هم کار میکردیم راجع به کانت و ویتگنشتاین متقدم و سوژه متافیزیکی که در کتاب زبان و تصویر
جهان من منتشر شده است. اونجا هم خیلی گفتگوهای فلسفی سودمندی داشتیم. ایشان هم یادم این رو میگفت که در سنت ایدالیسم آلمانی، اون چون متمحض روی کانت و هگل به روایت ایدالیسم آلمانیه، ایشان میگفت و گفتگو میکردیم که این دیمارکیشن ها و خصوصا میگفت آنچه که شما میگی معرفت شناختی به این معنا خلاصه لگسی کانته، که من به او گفتم شما هیوم رو هم اضافه کنید. خب هم کانت گفته که هیوم منو از خواب جزمی بیدار کرد و هم اون تفکیک هایی که میان گزاره های ترکیبی پسینی و تحلیلی پیشینی اینا تو نوشته های هیوم و اون بحث ها و تحقیق هایی که میکنه دیده میشه. و به هر حال این جالبه که در دکارت این تمایز نیست و او وقتی از وضوح و تمایز حرف میزنه چنان که گفتم بیشتر نازه به کانسپت هاست. یه اشاراتی هم به گزاره ها و تصدیقات میکنه اما روشن نیست. تا جایی که من دیدم و دقت کردم این تمایز ها به نزد او روشن نبوده که در نوشتار هم ریزش نکرده. معلومات رو اعم از اینا میدانسته، فاهمه رو که میگفته توسعاً ازش مراد میکرده. دکارت خب بعدها البته اینا روشنتر شد و شسته رفته‌تر به توضیحی که آوردم و پیشتر به تفصیل در دوره های کانت شناسی، هیوم شناسی و ویتگنشتاین شناسی آوردم. خب این رو هم گفتم تا جغرافیای بحث رو و دغدغه‌های خطاشناسانه و معرفت شناسانه دکارت رو در کتاب تأملات بیشتر و دقیق‌تر دریابیم. ممنون از توجه عزیزان. انشالله جلسه آتی از تأمل پنجم بحث رو پی می‌گیریم. دو تأمل دیگه مانده است، تأمل پنجم و تأمل ششم، که حسن ختام بحث این دوره ما خواهد بود. اگر سوالی هست بفرمایید، ظاهرا پرسشی نیست. انشالله تا هفته آتی که بحث رو پی بگیریم عزیزان رو به خدا می سپارم. و سلام.